سلام به حاشیه نیوزی های عزیز و دوستداران رویدادهای نظامی ایران و جهان. اتفاقاتی که دیروز در روسیه افتاد خیلی از کشورهای منطقه رو به فکر فرو برد که وقتی شاخه خراسان داعش انقدر قوی شده که در کشورهای امنی مثل ایران و روسیه عملیاتهایی به این گستردگی انجام میده، یعنی که یک جایی داره به شدت به این تروریست ها رسیدگی میشه و ماجرا وقتی جالب تر میشه که در حمله روسیه میبینیم که قبل از انجام شدن این حمله آمریکا از احتمال رخ دادن این حمله هشدار میده. با ما تا پایان همراه باشید تا در مورد دست‌های پشت پرده این حمله بیشتر براتون بگیم و اگه تا حالا به جمع ما نیومده بودید کلید لایک و سابسکرایب رو بزنید تا همیشه با هم همراه باشیم. جمعه 3 فروردین سالن کنسرتی در حومه مسکو شاهد خونین ترین حمله تروریستی تاریخ خودش بود. در این حمله که به نظر میرسه حدود 6000 نفر در اون حضور داشتن، بیش از 130 نفر جون خودشون رو از دست دادن و 200 نفر دیگه هم مجروح شدن. هنوز ماهیت و انگیزه های عاملان این حمله به طور کامل روشن نیست، اما ابهامات و تناقضات خیلی زیادی در این حمله وجود داره. مقامات آمریکایی اوایل ماه مارس، یعنی حدود 2 قبل از وقوع حادثه، در خصوص احتمال حملات تروریستی در مسکو به ویژه در کنسرت ها هشدار داده بودند. این هشدار در وبسایت سفارت ایالات متحده در روسیه و همچنین در رسانه‌هایی مثل نیویورک تایمز هم منتشر شده بود. حتی گفته میشه که واشنگتن به طور رسمی مقامات روسیه رو هم از این خطر آگاه کرده بودند. این موضوع شباهت‌هایی به حمله مرگبار داعش در کرمان در جریان مراسم قاسم سلیمانی در دی ماه سال گذشته داره. در اون زمان هم مقامات آمریکایی پیشاپیش از احتمال وقوع حمله تروریستی خبر داده بودند، اما پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه مطبوعاتی خودش بعد از اعلام پیروزی در انتخابات این هشدار رو رد کرد و اونها رو نوعی ارعاب شهروندان روسیه و ایجاد سراسیمگی در اونها از طرف آمریکا دونست. با توجه به هرج و مرج و فساد داخلی اوکراین، داعش خراسان ممکنه که در این کشور پایگاه ایجاد کرده باشه و شهروندان تاجیک رو جذب خودش کرده باشه. تسلط تاجیک ها به زبان روسی میتونه این فرضیه رو تقویت بکنه. با شکست داعش در سوریه و عراق، تعدادی از نیروهای این گروه به جمهوری‌های سابق شوروی از جمله تاجیکستان منتقل شدند. داعش بارها کرملین رو به سرکوب مسلمانان متهم کرده. حضور روسیه در جنگ داخلی سوریه و حمایت از حکومت‌های آسیای مرکزی و قفقاز در مقابله با اسلامگرایان از سایر دلایل خصومت داعش با روسیه هستش. سیاست‌های روسیه در چچن هم از جمله مواردی هستش که داعش به اون معترضه. حمله تروریستی اخیر در مسکو فارغ از محل برنامه‌ریزی اون، روزهای سختی رو برای روسیه و ایران رقم خواهد زد. داعش خراسان برخلاف کشورهای غربی در محیطی فرهنگی و زبانی آشنا در ایران و روسیه فعالیت میکنه. حضور گسترده مهاجران تاجیک در روسیه و افغانها در ایران به همراه تمایل درصد کوچیکی از اونها به گرایش‌های افراطی، کار مقابله با حملات مشابه رو برای مسکو و تهران دشوارتر میکنه. احتمالاً کرملین و تهران در مواجهه با این چالش به سیاست‌های فشار، تهدید و محدودیت علیه شهروندان آسیای مرکزی، قفقاز و افغانستان رو میارن که میتونه پیامدهای منفی برای امنیت و ثبات در هر دو کشور داشته باشه. کرملین در هفته‌ها و ماه‌های آینده با چالش‌های متعددی روبرو خواهد بود. پاسخگویی به افکار عمومی روسیه در خصوص عدم توجه به هشدارهای امنیتی، تدوین سیاست‌ها و رویدادهای جدید برای جلوگیری از حملات مشابه، جلوگیری از سوء زن و سرکوب جمعی علیه کل جمعیت آسیای مرکزی و قفقاز حاضر در روسیه، تمرکز کرملین بر اتهام زنی به اوکراین چه در میدان جنگ و چه در عرصه داخلی روسیه میتونه پیامدهای منفی به دنبال داشته باشه. با این همه اگه دست داشتن داعش هم قطعی بشه، برای کرملین سخت خواهد بود که روایت آمریکایی‌ها رو قبول بکنه، به خصوص که باید بپذیره که با نادیده گرفتن هشدار آمریکا غیر مسئولانه با جان صدها شهروند روسیه بازی کرده و اونها رو قربانی این بی‌مبالاتی احتمالی خودش کرده. در همین راستا هستش که کرملین حالا همچنان به سناریوهای دیگه متمرکزه و حرف‌های متفاوتی از مسکو شنیده میشه. مثلا اینکه اگه حرف آمریکا درست هم باشه، از کجا اطلاعات رو به دست آورده و نکنه که خودش پشت ماجرا نبوده. یا عنوان میشه که 4 عامل حمله در حال فرار به سمت اوکراین بازداشت شدن و مستقیم و غیر مستقیم اوکراین پشت این حمله معرفی میشه.
ولادیمیر پوتین میگه که 4 مهاجمی که روز جمعه به سالن کنسرتی در اطراف مسکو حمله کردند در حال فرار به سمت اوکراین بودند که دستگیر شدن و مدعی وجود ردپای اوکراین در این حمله شده. رئیس جمهور روسیه روز شنبه 4 فروردین در اولین واکنش به این حمله که تا به حال مرگ 133 تن در اون تایید شده، ادعا کرده که مهاجمان به سالن کنسرت کروکوس در نزدیکی مسکو امیدوار بودند که بتونن از مرز روسیه و اوکراین عبور بکنن. او در یک سخنرانی که از تلویزیون دولتی روسیه برای مردم این کشور پخش شد گفته که عده‌ای در خاک اوکراین آماده بودند که به مهاجمان اجازه عبور از مرز رو بدن. در حالی که گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به سالن کنسرت کروکوس در حومه غربی مسکو رو بر عهده گرفته، اوکراین هر گونه نقشی در این حمله رو رد میکنه. داعش در بیانیه‌ای که توی یکی از کانال‌های تلگرامی خودش منتشر کرده اعلام کرده که این حمله توسط 4 از جنگجویان حکومت اسلامی با استفاده از مسلسل، هفت‌تیر، چاقو و بمب‌های آتش‌زا انجام شده. این گروه تروریستی همچنین این حمله رو بخشی از جنگ خشونتبار خودش با کشورهایی که با اسلام می جنگند دونسته. با این حال، کرملین تا حالا هیچ شواهدی برای اثبات ادعای خودش مبنی بر نقش اوکراین در این حمله ارائه نکرده. هنوز مشخص نیست که آیا داعش در ادعای خودش مبنی بر انجام این حمله توسط 4 از نیروهاش صادقه یا نه. همچنین تناقضاتی در مورد تعداد مهاجمان و نوع سلاح‌های مورد استفاده در گزارش‌های مختلف وجود داره. تحقیقات در مورد این حمله تروریستی ادامه داره و مقامات روسی در حال بررسی جزئیات این حادثه و شناسایی عاملان اون هستند. در پی این حمله، مقامات امنیتی روسیه تدابیر امنیتی رو در سراسر کشور افزایش دادن و از مردم خواستن تا در صورت مشاهده هر گونه فعالیت مشکوک اون رو به پلیس گزارش بدن. دستیار ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، بلافاصله در پی وقوع این حمله اعلام کرده بود که اوکراین مطلقاً هیچ ارتباطی با این رویداد نداره. سخنگوی سازمان اطلاعات ارتش اوکراین هم روز شنبه به خبرگزاری رویترز گفته که البته که اوکراین در این حمله تروریستی نقش نداشته. اوکراین در حال دفاع از حق حاکمیت خودش در برابر مهاجمان روسه. او تاکید کرد که کشورش شهروندان غیر نظامی روسیه رو هدف قرار نمیگیره. با این حال، پوتین روز شنبه با اشاره به ردپای اوکراین گفته که مهاجمان سعی کردن مخفی بشن و به سمت اوکراین حرکت بکنن و بر اساس اطلاعات اولیه دریچه‌ای برای اونها از سمت اوکراین باز شده بود تا از مرزهای روسیه عبور بکنن. از طرف دیگه مقام‌های آمریکایی میگن که چند روز قبل از حمله به سالن کروکوس، واشنگتن به مسکو هشدار داده بود که نیروهای داعش قصد دارن روسیه رو هدف حمله خودشون قرار بدن، اما ولادیمیر پوتین این توصیه امنیتی رو رد کرده و اون رو تحریک‌آمیز دونسته. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. تا برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.